سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام به شرایط نقل و انتقالاتی آبی‌ها بپردازم، از وضعیت تمرینات پرسپولیس و مهاجم جدید این تیم بگم و همچنین یکم با هم از وضعیت ملی پوشان باخبر بشیم. اگه دوست داشتید این پست رو لایک کنید و همراه من باشید. در شرایطی که استقلال چند روز دیگه تو جام حذفی بازی داره، اما هنوز آبی‌ها غیر از رافائل سیلوا فعالیتی تو نقل و انتقالات نداشتن. جواد نکونام تو جلساتی که با علی خطیر داشت 3 لیست تو بازه‌های زمانی مختلف به مسئولان باشگاه داد، اما حتی یکی از بازیکن‌های این لیست هم جذب نشد. عدم تحقق خواسته‌های نکونام تو نقل و انتقالات زمستونی باعث شد تا سرمربی آبی‌ها هفته پیش تو یه مصاحبه از مدیریت گلایه کنه، اما حالا نکونام تو جدیدترین اقدام اسم جلال الدین ماشاریپوف رو به مدیریت استقلال داده تا علی خطیر این بازیکن رو جذب کنه. ماشاریپوف ستاره ازبکستانی که یه مدتم تو النصر با کریس رونالدو هم بازی بود، تو نقل و انتقالات تابستونی هم مورد توجه نکونام بود و یه سری مذاکرات هم با باشگاه استقلال داشت، اما در نهایت توافقی بین ماشاریپوف و استقلال شکل نگرفت و این بازیکنم به لیگ یونان رفت. ماشاریپوف با وجود این که از نظر مالی شرایط خوبی تو یونان براش ایجاد شد، اما کلن 7 فرصت بازی کردن براش پیش اومد و به خاطر همین از این تیم جدا شده و الان بازیکن آزاد محسوب میشه. حالا جواد نکونام بازم اسم این بازیکن رو به مدیریت داده و باید ببینیم که علی خطیر که تا حالا هیچ بازیکنی رو از لیست آقا جواد جذب نکرده، میتونه ماشاریپوف رو به استقلال بیاره یا بازم یه شکست نقل و انتقالاتی دیگه برای آبی‌ها تو راهه. به جز ماشاریپوف یه سری صحبت هم داره درباره ایمن حسین، مهاجم تیم ملی عراق میشه که گفته میشه استقلال باهاش مذاکره داشته. نظر شخصی من اینه که حتی اگه این بازیکن تو لیست جواد نکونام باشه، بازم علی خطیر توانایی خرید این بازیکن رو نداره. خطیر یه جورایی تو نقل و انتقالات اینقدر بد کار کرده که هممون دیگه ازش ناامید شدیم و حتی همون ماشاریپوف هم که بازیکن آزاد هم هست رو بعیده بتونه به استقلال بیاره، چه برسه به ایمن حسین که با خاطر قراردادی که با تیم نیروی هوایی عراق داره به مراتب شرایط جذبش سخت‌تر از ماشاریپوفه. تازه با درخششش تو جام ملت‌ها شرایط جذبش قطعا سخت‌تر هم خواهد شد. پس به نظر من اگه گزینه‌ای هم مطرح باشه، همون ماشاریپوفه و ایمن حسین عراقی فقط در حد حرف و حدیث و شایعه است و نباید منتظر پیوستنش به استقلال باشیم. و اما بپردازیم به پرسپولیس. سید جلال حسینی که بیش از 2 از تمرینات زمستونی پرسپولیس رو به دلایل نامشخص از دست داد، تو روزهای اخیر با جدیت تو تمرینات قرمزپوشان شرکت میکنه. سید جلال بنای مشکلات خاص تو شروع تمرینات تیم حاضر نبود و 2 بعد از حضور تیم پرسپولیس در اردو دبی به جمع قرمزها اضافه شد. سید جلال که همراه با مهرداد خانبان و محمد عسکری تنها اعضای ایرانی کادر فنی پرسپولیس به حساب میان، تو 2-3 اخیر فوق‌العاده جدی بوده و مشارکت بیشتری تو امور تمرینی قرمزا داشته تا تو نقش مربی وظایفش رو به خوبی انجام بده. سید جلال تجربه بالایی تو لیگ برتر داره و بازیکن‌های پرسپولیس اونو به عنوان یه بزرگتر قبول دارن و یه جورایی ازش حرف شنوی دارن. همچنین غیر از امور تمرینی، سید جلال تو جمع کردن رخکن تیم هم میتونه به عثمار کمک کنه و از این جهت یه مهره مهم تو کادر فنی سرخپوشان به حساب میاد، چون بعد از خروج کریم باقری از پرسپولیس آنچنان مهره‌ای مثل کریم باقری تو پرسپولیس حضور نداشته که بتونه حواشی تیم رو جمع کنه. اینم بگم که با توجه به اخباری که از تمرینات سرخپوشان میرسه، مثل اینکه آمادگی بالای عبدالکریم حسن باعث تعجب بازیکن‌ها و کادر فنی پرسپولیس شده. عبدالکریم حسن که اولین بازیکن قطری تاریخ پرسپولیسه، بعد از جدایش از الصد زیاد روزای خوبی رو پشت سر نمیذاشت و خیلی ها فکر میکردن با روزای اوجش فاصله زیادی داره، اما مثل اینکه تو تمرینات خلاف این موضوع ثابت شده و باید منتظر یه دفاع چپ آماده تو پرسپولیس بعد از سالها باشیم.
تو بحث نقل و انتقالات هم باشگاه پرسپولیس بعد از جذب ایسال کثیر حالا به درخواست اوسمار ویرا بازم دنبال یه مهاجمه که مثل اینکه این گزینه ویلموتا برزیلیه. قرمسا بعد از اینکه تو جذب علی علیپور شکست خوردن حالا دنبال موتا رفتن. این بازیکن در حال حاضر تو تیم بانکوک یونایتد تایلند و آقای گل لیگ این کشور هم هست. موتا تو لیگ تایلند 10 تا گل تو 15 تا بازی و تو مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم 3 تا گل برای تیم تایلندی به ثمر رسونده. البته این بازیکن هنوز با تیم تایلندی تحت قرارداده و برای جدایی باید از این تیم رضایت نامه بگیره، اما مثل اینکه مذاکراتش با پرسپولیس مثبت بوده و اگه اتفاق خاصی نیفته بعد از عبدالکریم حسن و ایسال کثیر باید این بازیکن رو سومین خرید قرمزا بدونیم. باشگاه پرسپولیس تو این سالا از مهاجم برزیلی شانس نیاورده، از پریرا گرفته تا جونیور برانداو هیچ کدومشون عملکرد خوبی تو جمع قرمزا نداشتن. حالا باید ببینیم در صورت پیوستن موتا به پرسپولیس این بازیکن برزیلی چه عملکردی تو اردو قرمزپوشان خواهد داشت. و اما تیم ملی ایران پس از صعود برابر سوریه تو ضربات پنالتی فردا ساعت 3 ظهر به مسافه ژاپن میره که با هم دیگه بریم بخشی از تمرینات ملی پوشان و کوری ریز مهدی طارمی رو با هم دیگه ببینیم. بعد از حذف تو نیمه نهایی جام ملت‌های قبلی الان دوباره تیم ملی مقابل ژاپن قرار میگیره و هم منتظرن این بار هم ببینن که اوضاع چه شکلی میشه. تمرین تیم ملی ایران دقایق پیش استارت خورده، امیر قلعه‌نویی آماده کرده بازیکن‌ها رو واسه این بازی و همونطور که می‌بینید بازیکن‌ها در حال انجام آخرین تمرین خودشون هستن. مهدی طارمی تو این تمرین حضور فعال داره، خیلی هم با روحیه اما متاسفانه محروم، ولی بقیه بازیکنان کاملا مهیا هستن. همونطور که آقای قلعه‌نویی گفتن برای این بازی برای خوشحال کردن مردم ایران آمادن و باید ببینیم که فردا نتیجه بازی چی میشه. با سلام عرض ادب خدمت بینندگان محترم سایت ورزش سید، آخرین تمرین تیم ملی ایران پیش از دیدار مقابل ژاپن در حال برگزاریه. خوشبختانه هم احسان آیسوی هم شجاع خلیل‌زاده بدون مشکلی در حال تمرین هستن. من باید اینو حتما ذکر کنم که در تمام این روزایی که اومدیم برای پوشش تمرین هیچ وقت روحیه بازیکنان تا این حد خوب و شاداب ندیدم. بازار شوخی و کلکل داغ داغ بود. خوشبختانه همه چی روان عادیشو داره طی میکنه، بچه‌ها در حال تمرین هستن تو یک هوای بسیار مناسب و امیدواریم این تیمی رو که دارید الان ملاحظه میکنید فردا بتونن با شکست ژاپن کاری کنن کارستان و به جمع 4 تیم برتر آسیا راه پیدا کنن. فردا تیم ملی کشورمون باید در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی از ساعت 14 و 30 دقیقه به مصاف تیم ملی ژاپن بره. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.